من تعلم علما لیماری کسی که دانش فرا بگیره برای مرا کردن مراع یعنی جنجال بگو مگو لجاجت در گفتار بگو مگوها بالاخره دعوت کردن به خود کردن به خودخواهی ها ادعاهای علمیت و ناروا او لیوباهی به العلماء ببینید یا تعلم فراگیری دانش و خاطر این که مباهات کنه و توسط اون علم به علما فخر فروشی بکنه بله خب این فخر فروشی مصادیق خیلی زیادی داره یکی از مصادیق فخر فروشی همون دعوت به خود است دعوت به خودنمایی هاست من چون دانش دارم مرا احترام بکنید بزرگ بینی ها خب همه اینها استدلال غلط مثلا فرض بفرمایه درگیری ها درگیری های لفظی خب ما در فضای مجازی متاسفانه الان خیلی میبینیم که خضیه رواج پیدا کرده یک از باب مطرح کردن خودش آمالا چیکار کار کردند اون دانش خودشان رو پشکش میکنه تا دیگران توجهش رو جلب کنه به خودشون اینها کسانی که واقعا اون خشیت الهی که از آثار و طبعات علم هست در دل و روح و روان اینها چی جا نگرفته او یصرف به ناس الى نفسه پیغمبر میفرماید یا اگر کسی دانش را فرا میگیره تا اینکه مردم را منصرف کنه به سوی خودش جذب کنه به سوی خودش روی مردم را رو به طرف خودش توجه بده بعد بگه یقول انا رئیسکم بگه من چون دانشدارم، بزرگ شما هستم شما را رهبری میکنم شما را هدایت میکنم ریاست میکنم سر شما ببینید در این حدیث تمام اون خصوصیات رو که عرض کردیم پیغمبر عظیم و اسلام چی مطرح میکنه میگه اگر کسی خشیت نداره این خصوصیات در وجودش رسوخ پیدا میکنه جا میگیره و اینها از دسته است که به علم خودشان عمل نکردند از نشانه های انسان عالم بیعمل این خصوصیات پیغمبر نتیجه میگه فلیتبوع مقعده من النار اگر کسی علم را به خاطر این مسائل خودنمایی ها خودبرتر بینی ها توجیهات غلط مراع و لجاجت و درگیری و امثال اینها فرا بگیره جایگاهش در آتش جهنمه